سلام، با خبرهای شش شام خوش آمدید. شنبه 16 ثور 1396 خورشیدی برابر است با ششم می سال 2017 میلادی. در نخست سرخط خبرها، مکلفیت حکومت وحدت ملی برای جستجوی کشور بدیل پاکستان به منظور ایجاد روابط منطقه‌ای، نامشروع پنداشتن نظام از سوی گلبدین حکمتیار آبریختن با آسیاب دشمن، هشدار مجلس نمایندگان از سقوط سومین بار کندوز به دست طالبان، ناامنی‌های مرزی تهدید جدی برای روند بازرگانی و صنعت داخلی افغانستان و تلاش‌های واشنگتن برای فروش 10 میلیارد دلار تجهیزات به عربستان سعودی. من سید فرید سنایی تا نیم ساعت دیگر میزبان شما هستم. حکومت افغانستان مکلف است در صورت ادامه تخطی‌های مرزی اسلام آباد گزینه بدیل آن کشور را در روابط سیاسی اش بیابد. شورای ملی در واکنش به تلاش نظامیان پاکستان برای ورود به خاک افغانستان و شلیک آنان بر نظامیان افغان، آن را تجاوز آشکار بر تمامیت ارضی کشور دانسته و به اسلام آباد هشدار می‌دهند که این اقدام به زیانشان تمام خواهد شد. شکیب مولایزاده با اجازه بیشترین خبر. نظامیان پاکستانی روز گذشته بار دیگر به حریم افغانستان تاختند و به گل و لبری بر نظامیان و غیر نظامیان افغان پرداختند. هیئت اداری مجلس سنا در واکنش به این اقدام نظامیان پاکستانی در اسپین بولدک ولایت کندهار تاکید میکنند که حکومت افغانستان باید در صورت ادامه تخطی‌های مرزی پاکستان بدیل اسلام آباد را در روابط سیاسی اش بیابد و از جامعه جهانی نیز میخواهند تا در برابر پاکستان جانبدارانه برخورد نکنند. دولت افغانستان مجبور و مکلف است در صورتی که کشور همسایه پاکستان به تعهداتشان پابند نباشند و در مداخلات مستقیم و غیر مستقیمشان ادامه پیدا کند، اونا مجبور و مکلف هستند که بدیل دیگری پیدا بکنند. چی رابط دوستانه با چین پیدا بکند، با آسیای میانه، با تمام جامعه جهانی، و تقاضای ما جامعه جهانی است که به این بار با افغانا صادقانه همکاری داشته باشند، فشارهای بیشتر وارد بکنند با پاکستان. رئیس مجلس نمایندگان نیز اقدام دیروز نظامیان پاکستانی را تجاوز آشکار بر تمامیت ارضی افغانستان دانسته و ایستادگی نظامیان افغان در برابر این تجاوز را می ستاید. در برابر تروریسم بین المللی مبارزه کردند و دیروزم در برابر تجاوز پاکستان آشکارا شهامت خود نشان دادند، قابل تقدیر و تمجید است. ریاست اجرایی هرچند تخطی‌های مرزی پاکستان را به زیان هر دو کشور می‌داند، اما بار دیگر از تلاش‌های حکومت برای رسیدگی به این موضوع از مجاری دیپلماتیک خبر می‌دهد. تحرکات دیروز که در اسپین بولدک پیش آمده به نفع هر دو کشور نیست. دستگاه دیپلماسی افغانستان فعال شده، تلاش می‌کنه که هر چه زودتر مسئله حل شود و کسانی که در اینجا تخطی کرده اونا در واقع از مجاری قانونی مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرند. تخطی های مرزی و مداخله پاکستان در امور افغانستان موضوع تازه نیست. بر بنیاد گزارش ها در جریان سالهای پسین مقام های دولت پاکستان نزدیک به 70 مرتبه با مقام های حکومت و اعضای شورای ملی افغانستان برای حل این موضوع و اعتماد سازی میان دو طرف دیدار کردند. اما هر بار برخلاف آنچه تعهد شده است از جانب پاکستانی ها تخطی انجام شده است. امریکا باید مانع تخطی‌های مرزی نظامیان پاکستان بر خاک افغانستان شود. وزارت‌های دفاع ملی و امور داخلی کشور با ابراز این مطلب به پاکستان هشدار می‌دهند در صورت ادامه مداخله‌هایش در امور افغانستان آسیب بزرگ از سوی افغانستان خواهد دید. احمد شکیب محمدی گزارش می‌دهد. ادامه تخطی‌های مرزی پاکستان بر افغانستان. نظامیان پاکستان جمعه شب گذشته باری دیگر در منطقه اسپین بولدک کندهار بدون آگاهی مقامهای افغان وارد خاک افغانستان شده و به درگیری با نظامیان افغان پرداختند. درگیری که تلفات سنگین به دو طرف وارد کرده است. حالا نهادهای امنیتی افغانستان از امریکا یکی از متحدان بنیادیشان در منطقه می خواهند تا بر بنیاد پیمان امنیتی کابل واشنگتن جلو این تخطی های پاکستان را بگیرد. هنوز هم فشارهای لازم برای پاکستان و نظامی های پاکستان مبنی بر این که
از تخطی های مرزی اینا جلوگیری بکنن، از مراکز ترورستا و بسته و فعالیت های از اینا که طوری که لازم است اقدام صورت بگیره. تمام جامعه جهانی، کشورهای عضو ناتو و امریکا باید در این جنگ شامل بشن و اونا هم در این جنگ مثل که شامل هستند. به هر شکلی که اونا میتونن در افغانستان باید جنگ خاتمه بتن. افغانستان به پاکستان هشدار میدهد در صورتی که به این تخطی های مرزی اش ادامه دهد آسیب بزرگ خواهد دید. در سپین بولدک دیدین که چندی نفرشان کشته شدند، چندی نفرشان زخمی شدند، سلاح و مهماتشان هم ماندن، زری پوشایشان هم ماندن. بینان اینا وی را بدانند که افغانستان هیچ تجاوزگر اجازه ندادن و نی اجازه میتن. اما اگر پاکستان به مداخله هایش در امور افغانستان پایان ندهد، کابل چه راهکاری را باید در برابر اسلام آباد در پیش گیرد؟ اجماع بین المللی را به نفع خود از لحاظ ذهنی تغییر بده و موارد مستند و مدللی که داره در خصوص تروریست پروری پاکستان، در خصوص افتراق قومی ده که شبکه های ایسای ایجاد میکنه در بین افغانستان و در خصوص زیان های مالی و اقتصادی که به افغانستان رسانده، تا زمانی که یک دیپلماسی قوی شکل نگیره و یک زبان مشترک و منافع مشترک تعریف نشه و هر کشور جایگاه خود را در عرصه نظامی، سیاسی و اقتصادی مشخص نکنه و این جنگ ها روز به روز تشدید پیدا میکنه. ولی چرا افغانستان تا حالا موفق به پایان مداخله های پاکستان در امور این کشور نشده است؟ متاسفانه ما در قبال پاکستان نه کدام استراتژی مشخص داره، نه کدام سیاست مشخص داره و نه کدام پلان مشخص. ما فقط دولت ما، دولت موجودی ما به دست یک مافیا هست، در بین خود هیچ نوع هماهنگی نداره، همه بی اتفاق هستند. به گفته مقام های امنیتی افغانستان، پاکستان سال هاست که سیاست های خصمانه را در برابر افغانستان در پیش گرفته و از هراس افغانان برای ایجاد ناامنی در افغانستان پشتیبانی مالی و تسلیحاتی می کند، موضوعی که پاکستان آن را ادعای بیش نمی داند. ارتش پاکستان باید بداند که تمامی شهروندان افغانستان برای پشتیبانی از مرزبانانشان ایستادند. برخی از باشندگان کندهار می افزایند پاکستان بر جغرافیای افغانستان تجاوز کرده است و شهروندان این سرزمین آمادند تا پاسخ این تهاجم را بدهند. یک روز پس از تهاجم مرزی ارتش پاکستان بر یکی از روستاها در ولسوالی اسپین بولدک کندهار، اکنون باشندگان زابل با راه اندازی اعتراضی میگویند آماده‌اند در دفاع و پاسبانی از مرزبانانشان جنگ افزار بردارند و از مرزهای کشورشان دفاع کنند. اسکله به موش ورته اجازه ورنه کو چې دې موش خاورو باندې تیرې وکړي زمي چرواکي کښې نه او دغه بریته به په کلکو ټکو سره وبرګونش. که چیرې دوی په دغه شکل باندې بغیر له اجازې راوړي نو ټول افغانستان ولس د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ولاړ دی او موږ به د پاکستان د دغه یرغل په وړاندې د خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړو. باشندگان کندهار هشدار می دهند که تخطی های مرزی پاکستان هرگز به پاسخ نخواهد ماند. سر وقتی دی تاروز نور وکید. آن امروز مقابل جواب وکید آقا کلمه ویستل. او پلو مواروال دروست در مقامت پرسر شروع دی. با این همه فرمانده پلیس کندهار در پیوند به حمله نظامیان پاکستانی بر یکی از روستاهای ولسوالی اسپین بولدک این گونه دیدگاه دارد. وقتی چې دی وخت چې کومه باتی سویده چې داخله سروي وکي یا مردم شماري یا د پیساب وکي بیا موږ دې خبر ورکړي چې اجازه نه لري اک نه لري چې دا غجر یا د پولیسو دی وخت دی. خو دا خبر ولاړه موږ در مرکزی دولت ورسول دیم دا خو موږ دې فیصله امر ترواسي چې نسی کېدای دې اجازه موږ ته نه تیرش پا پاو کم سلور بجدی دسپرین نکتیت سر سیو نو آلت سر دی پرسنان دا وقت زی پر زیو دا تیر رس لور رس مرد دی دا پر آمدگی در لوده. بر بنیان گزارش ها در این درگیری که دیروز میان نیروهای مرزی و نظامیان پاکستانی اتفاق افتاده بود، دست کم 8 نظامی پاکستانی کشته شدند و 2 تانک زیره آنان نیز به دست نیروهای مرزی کشور افتاد.
نامشروع پنداشتن نظام کنونی از سوی گلبدین حکمتیار آب به آسیاب دشمن می‌ریزد. نهادهای مدنی با بیان این مطلب از آقای حکمتیار می‌خواهند حرفایی را که برای شهروندان کشور دلهره می‌آفریند نباید بیان کند. از سوی هم ریاست اجرایه می‌گوید حکومت وحدت ملی بر بنیاد آرای مردم شکل گرفته است و این نظام تغییر نخواهد کرد. شگوفه صدیقی گزارش می‌دهد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی دیروز در میان هوادارانش حکومت وحدت ملی را برای اندکاری جانکری وزیر خارجه پیشین امریکا دانست. داویش پیسلای ویش ندهید، نه دی خدای لوری ویش دهید، نه دی ولس لوری ویش، او نه هم دی اساسی قانون مطابق ویش. دا دی شاغلی جانکری ویش دا. دی تا دی پیسلای ویش پسترگم گوره. اما دیدگاه ریاست اجرائیه در برابر این گپ‌های حکمتیار چیست؟ حکومت وحدت ملی در یک شرایط بسیار خاص به میان آمده و ضرورت او روز هم بود، ضرورت امروز هم است. مندیت و آینده حکومت مشخص است که هیچ گونه تغییری در او نمی. فعالان جامعه مدنی مخالف این گفته‌های حکمتیار اند. آنان این گفته‌های آقای حکمتیار را برخلاف موافقتنامه صلح میان دو طرف می‌دانند. که آقای حکمتیار متاسفانه با این اظهارات تناقض‌گونه‌اش فقط آب به آسیاب دشمن میرسه و مشروعیت نظام افغانستان را متاسفانه زیر سوال میبره. اما برخی از آگاهان سیاسی این گفته های آقای حکمتیار را نگران کننده میدانند. آقای حکمتیار با همین حکومتی که آقای جانکیری ایره ساخته یا هر آقای دیگه پیمان صلح را امضا کرده. تناقض‌گویی آقای حکمتیار همونطوره که گفتم میزان شک و تردید را در نزد مردم افزایش میده. با این همه پنج شنبه هفته گذشته گلبدین حکمتیار در کاخ ریاست جمهوری گفته بود که مخالف نظام پارلمانی در افغانستان است و حکومت ائتلافی در وضعیت کنونی برای این سرزمین مناسب نیست و نتیجه نمیدهد. اما در برابرش آقای عبدالله واکنش نشان داده و گفته بود حکومت وحدت ملی در شرایط ویژه بر مبنای اراده مردم به وجود آمده و ضرورت است که این حکومت به گونه مشترک کار کند. ولسوالی قلعه زال به دست طالبان افتاد. مقام‌های محلی کندوز با تایید این موضوع نگرانند که حکومت برای بازپسگیری این ولسوالی راهبردی تا هنوز دست به کار نشده است و طالبان نیز برای انتقام‌گیری از باشندگان محل تمامی ساختمان‌های دولتی را با آتش کشیدند. این در حالی است که رئیس مجلس نمایندگان از حکومت می‌خواهد به زودی برنامه‌ای را برای جلوگیری از سقوط سومین بار کندوز به دست طالبان روی دست گیرد. ولسوالی قلعه زال کندوز از صبح به این سو از سوی مخالفان مسلح دولت اداره می شود. نماینده شورای ولایتی کندوز می گوید حراس افغانان ساختمان های این ولسوالی را به آتش کشیده اند، اما حکومت برای بازپسگیری این ولسوالی هیچ عملیاتی را راه اندازی نکرده است. فعلاً ولسوالی به شمول همه خریجاتش به دست مخالفین دولت است. فعلاً دولت کی است؟ در دشت است، در داخل قریه، در ولسوالی کس نیست. قماندانی را امروز بعد از سقوطش در دادن و بعد ادارات دولتی در تبادله آتش در گرفته. با این حال فرمانده پلیس این ولایت از آمادگی هایشان برای بازپسگیری این ولسوالی خبر می دهد. نیروی امنیتی ما در یک مسافه کیلومتری خود ولسوالی قلعه‌زال حضور دارن. تصمیم بشه دوباره انشاءالله ما بتنیم داخل ولسوالی شه. از سوی دیگر نشست امروز مجلس نمایندگان نیز با نگرانی های امنیتی و نقد های شدید از حکومت آغاز شد. در نخست ادامه نبرد در بدخشان ناشی از قاچاق مواد مخدر دانسته شد. اگر قاچاقچیان مواد مخدر چی از بدخشان باشه، چی از روسیه باشه، از تاجیکستان باشه، پاکستان باشه، هر کشوری که سرحدات از او استفاده میکنه بر قاچاق مواد مخدر، حکومت باید بیایه بر مردم رسانه‌ای بسازد. و ادامه نبردهای شدید در شماری از ولسوالی‌های کندوز از موارد بسیار داغ در مجلس نمایندگان بود. و امیال تمام مناطق قندوز خصوصا تلوکه قریه ملا سردار و آلچین حضرت سلطان کوچیک و بای همگی از خانه سرازیر شدند. برخی دیگر آنان به این باور بودند که گوشه هایی از شهر قندوز به دست طالبان افتاده است. التم په مختلف نقاط باندې جګړه شویده او جګړه لاجریان لري. د قندوز د خار وضعیت انتهایی خراب ده. تاسو پویږئ یو درش په مخکم یو ځل په خار کې چغې شو چې خار بیا مخالفین ونیو. رئیس مجلس نمایندگان نیز از ادامه نبرد شدید در ولسوالی های کندوز خبر می دهد. قلعه زال دشمن پیشروی کرده و به می ترتیب در اطراف خانابات
قسمت معاصر است، چندین پوست معاصر است. هر وقتی که حکومت مرکزی به سمت یکی از قدرت‌های منطقه‌ای یا قدرت‌های جهانی بیش از حد تمایل کرده و بیش از حد اتکا کرده و اصل توازن را و اعتدال را در سیاست خارجی در نظر نگرفته، افغانستان صحنه کشاکش قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی شده. سرانجام رئیس مجلس نمایندگان از رهبران احزاب سیاسی خواست تا به زودی نشست مشترکی را از بهر دریافت رای حل برای کاهش نبردها در کشور برگزار کنند. برای برآورده ساختن آرمان و آرزوهای دیرینی مردم افغانستان، صلح و ثبات و استقرار سرتاسری برای افغانستان هست، هرچی عاجل یک جلسه مشترکی بین هم داشته باشند. این در حالی است که ولسوالی‌های یمگان، وردوج و زیباک بدخشان در دست طالبان است و نبردهای شدید نیز در شهر و ولسوالی‌های کندوز ادامه دارد. با این حال نمایندگان مجلس از بجا شدن هزارها باشنده ولایت کندوز در 3 روز پسین در این ولایت خبر می‌دهند. خبرهای اقتصادی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می‌شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. درگیری‌های مرزی میان نیروهای امنیتی افغانستان و پاکستان تهدید جدی در برابر روند بازرگانی دانسته می‌شود. برخی از بازرگانان و صنعتکاران کشور می‌گویند پاکستان همواره با بهانه‌های گوناگون تلاش می‌ورزد تا بر بازرگانان و واردات مواد خام کشور صدمه وارد کند. در همین حال مسئولان وزارت تجارت و صنایع روند بازرگانی را در جریان امروز با پاکستان عادی می‌دانند. روز گذشته درگیری میان نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان 13 کشته و نزدیک به 80 تن زخمی بر جا گذاشت و در جریان روز رفت آمد مردم و روند بازرگانی در مرز جنوبی با پاکستان متوقف بود. صنعتکاران کشور میگویند همساله پاکستان با بهانه‌های گوناگون تلاش می‌ورزد جلب ورود مواد خام مورد نیاز صنایع داخلی را گرفته و تولیدات داخلی را صدمه بزند و در بدل آن مواد تولیدی بی‌کیفیت پاکستان را وارد افغانستان نماید. این صنعتکاران از حکومت می‌خواهند روند بازرگانی را با پاکستان متوقف کرده و راه‌های بدیل را تقویت ببخشد. هر سال یک سال و یا دو سال بعد یک همیتر یا مانور آدم کنه میبینه که قوت و تولید و ضرورت افغانستان در چقدر است. ما چقدر میتونیم که از نگاه اقتصادی افغانستان زیر فشار بیاریم. ولی خواست ما این است که ما باید تنها به پاکستان نشینیم. مسئولان وزارت تجارت و صنایع کشور هرچند روند بازرگانی را با پاکستان در جریان امروز عادی توصیف میکنند، اما از تقویت روابط بازرگانی با کشورهای آسیای میانه، ایران و آغاز روابط بازرگانی از طریق هوا با هند سخن میزنند. تمام گزینه‌هایی که ما داریم استفاده میکنیم تا اینکه ما پیام ما این است که روابط نیک تجارتی و ترانزیتی با تمام کشورها در منطقه و دنیا داشته باشیم. این در حال است که بر بنیاد آمارها بیش از 15% کالاهای مورد نیاز مردم در داخل کشور تولید می شود. اما صنعتکاران می گویند اگر روند واردات مواد خام به داخل کشور آسان شود، این رقم در یک سال آینده نزدیک به 40% افزایش خواهد یافت. و سرمایه‌گذاری های شرکت های مخابراتی خصوصی در بخش ارائه خدمات مخابراتی در کشور افزایش یافته است. مقام های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگویند در حال حاضر 4 شرکت مخابراتی خصوصی و 1 شرکت دولتی نزدیک به 2 میلیارد دلار را در بخش ارائه خدمات مخابراتی سرمایه‌گذاری کرده و علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری های بیشتر در این زمینه در حال افزایش است. با گفته مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، در حال حاضر بیشترین سرمایه گذاری در بخش ارائه خدمات مخابراتی از سوی 4 شرکت مخابراتی خصوصی انجام شده است. آنان میگویند تا اکنون این شرکت‌های خصوصی با 1 شرکت دولتی 1.8 میلیارد دلار را در بخش ارائه خدمات مخابراتی و زیرساخت‌های مخابرات سرمایه گذاری کردند. این همه به اصطلاح پولی است که به این سکتور برای مردم مصرف شده و مردم از استفاده است پیشان میکنند. از سوی هم مسئولان این نهاد میگویند تلاش بر این است تا شرکت های مخابراتی خصوصی بیشتر پشتیبانی شوند تا بتوانند سرمایه گذاری بیشتر در زمینه آوردن خدمات مخابراتی و با کیفیت داشته باشند، که این کار افغانستان را از عرضه خدمات مخابراتی به ویژه فایبر نوری بی‌نیاز میسازد. این شرکت های هستند که اینترنت فراهم میکنند. همین 5 شرکت مخابراتی یا 2G 3G و قریب 4G خدمات ارزه می کنه.
گفتنی است در حال حاضر 6 شرکت مخابراتی خصوصی و دولتی در کشور فعالیت دارند و بیش از 90% شهروندان کشور از این خدمات مخابراتی بهره می برند. خبرهای خارجی لحظات بعد، اما قبل از آن باز هم خوش آمدید. آمریکا در حال گفتگو با عربستان سعودی برای فروش 10 میلیارد دلار جنگ افزار به این کشور است. بر مبنای خبرگزاری رویترز، واشنگتن در آستانه سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه که در ماه جاری میلادی انجام می شود، قصد فروش این تسلیحات را دارد. گفته شده که آمریکا مهمترین تامین کننده نیازهای نظامی عربستان از جمله جنگنده های F-15 و سیستم های هدایت شونده است. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری روز یک شنبه در فرانسه، تدابیر امنیتی در این کشور افزایش یافته است. بر مبنای گزارش ها نزدیک به 50,000 پلیس در فرانسه برای تامین امنیت برگزاری انتخابات در حوزه های رای گیری و همچنین اعتراضات احتمالی بعد از انتخابات بسیج شدند. مقام های فرانسوی گفتند که تهدیدهای هراس‌افگنانه هرگز تا به این اندازه شدید نبوده و این نخستین باری است که انتخابات ریاست جمهوری در این کشور در وضعیت اضطراری انجام می شود. و ترکیه 107 قاضی و دادستان را به ظن ارتباط با کودتای سال گذشته اخراج کرد. تلویزیون ترکیه روز جمعه اعلام نمود که 107 قاضی و دادستان در پیوند با کودتای نافرجام ماه جولای سال 2016 میلادی از وظایفشان برکنار شدند. گفته شده که این سومین اخراج کارمندان پس از افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان در این کشور است. این در حالی است که ترکیه به این ترتیب 145,000 کارمند، نظامیان و چهره‌های دانشگاهی را از کار برکنار کردند. خبرهای ورزشی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. و این هم چند رویداد ورزشی از افغانستان و جهان. دومین دور رقابت‌های کیک بوکسینگ به ابتکار و پشتیبانی شورای اجتماعی مردم کهدامن و به همکاری کمیته ملی المپیک کشور امروز پایان یافت. همایون آشنا با شرح بیشترین خبر. مسابقات کیک بوکسینگ به سبک لوکیک میان 150 ورزشکار از بخش‌های گوناگون شمال کابل با پشتیبانی شورای اجتماعی مردم کوهدامن برگزار شده بود پایان یافت. در این رقابت مهم ورزشکاران از 14 باشگاه در 3 رده سنی با هم رقابت کردند که ورزشکاران نخبه این مسابقات از سوی این شورا مورد ستایش قرار گرفتند. مسئولان این شورا یگانه هدف برگزاری این رقابت‌ها را این گونه بیان می‌کنند: مثل فوتبال، والیبال، کرکت و مسابقات رزمی که به اصطلاح در سطح کودامن است را اندازی میکنیم، خواست به خاطر وحدت ملی، به خاطر همی که جوان ها رشد بکنند. بزاری مسابقات ما انتخاب تیم های نوجوانان از نوجوانان مشروع تا نوجوانان تا بزرگ سالای ما که ما بتونیم نتیجه خوب در منتخبی ملی افغانستان داشته باشیم. دمی اواخر شاید ازی هستیم که بهترین مسابقاتش و امای شورای اجتماعی مردم کودامن و قومندان صاحب امانلای گذر ما تانستیم مسابقات خوب برادر نزدیم. مبارزانی که در این رقابت اشتراک کردن را اندازی این گونه مسابقات را برای همبستگی و تشویق هرچی بیشترشان سودمند دانسته و از برگزاری این گونه برنامه ها در آینده نیز تاکید می کنند. خواست ما از المپیک و از حکومتی است که ما ورزشکارا را باید حمایت کنند. تشکر خاص از شورای کودامن که بچه را برای تشویق و سربلندیشان تشویق می کند. قابل یادآوری است این شورا پیشتر از این رقابت‌های مشزنی را میان 150 مشزن از 9 ولایت کشور را اندازی نموده بود. و این هم وضعیت هوایی فردای کابل و چند شهر دیگر کشور.
این بود خبرهای ساعت تقدیمتان شد. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.